سلام دوستان به کلاس درس امروز ما خوش اومدیم همونطور که میدونین تو جلسه های گذشته یه خورده با انواع گرافها ها و به طور کلی خواست گراف آشنا شدیم تو این جلسه حالا میخوایم از این خواست و این چیزهایی که راجع به گراف ها یاد گرفتیم استفاده کنیم و یه سری مسئله در مبحث گراف ها با هم دیگه حل کنیم توی مبحث گراف ها مثل بیشتر مباحث دیگه توی علم ریاضی به طور کلی دو راه برای حل مسئله وجود داره من اینجا براتون دو راهه حل مسئله در گراف خب این دو راه چی هستن؟ به طور کلی یکی از این راه ها این هست که ما وقتی یه مسئله ای رو میبینیم بتونیم این مسئله رو یه جوری ربط بدیم به خواصی که قبلا در مورد گراف ها اثبات کردیم یعنی مسئله رو یه طوری به اون حالتی که قبلا راجع بهش یه خاصیتی رو اثبات کردیم در بیاریم و از اون خاصیت استفاده کنیم تا مسئله رو جواب بدیم پس روش اول میشه استفاده از است. خواصی که از قبل اثبات کردیم ولی یه موقع هم هست که شما مسئله رو میبینید هر جوری نگاش میکنید هیچ جوری نمیتونید نه خواصی که قبلا راجع به گراف اثبات کردیم استفاده کنید و این یه چیز جدیدی راجع به گراف ها داره میگه در این صورت که خب میایم از توانایی ریاضیمون استفاده میکنیم و برمیگردیم به روش های پایه‌ای مثل استدلال و استقراب و مثلا برهان خلف و اینجور روش ها. خب حالا برای اینکه روشنتر شه منظور من چی از این دو راه حل مسئله میخوام تو این جلسه و جلسه بعد یه خور مثال براتون حل کنم در این زمینه مثال هایی که تو این جلسه با هم بهش میپردازیم از نوع اولن یعنی برای حل اونا ما میایم یه طوری این مسئله ها رو رفت میدیم به خواصی که قبلا راجع به اثبات کردیم و از این طریق مساله رو حل میکنیم خب بیاین یه راست بریم سر حل مثال شروع میکنیم از مثال شماره یک مثال شماره یک میگه که 17 نفر به یه سفری میرن از قبل سفر این 17 نفر قرار میذارن که هر کسی از این 17 نفر به 5 نفر دیگه نامه بنویسه هر کس به 5 نفر نامه بفرسته و قرار هستش که هر کس به پنج نفری نامه بنویسه که از اونها نامه دریافت میکنه نامه بنویسد که از آنها نامه میگیرد آیا چنین چیزی ممکنه یا نه سوال آیا امکان داره یا نه خب اول ما میایم این مسئله رو نگاه میکنیم میگیم که خب اولین قدم ما چی هست این هست که این مسئله رو اصولا در بیاریم به مدل کنیم با یه گرافی دیگه چون اصلا بحث ما بحث گراف خب خیلی راحت با توجه به چیزهایی که از گراف ها یاد گرفتیم میدونیم که ساعت این راه اینه که هر کدوم از این 17 نفر رو مثلا با یه رأس یا یه نقطه توی صفحه مثلا نشون بدیم به همین ترتیب مثلا 17 نفر هم. نفر A B و حالا میخوایم رابطه بین این افراد رابطه فرستادن نامه هست میخوایم این رابطه ها رو توسط یه سری یال نشون بدیم توجه کنید که این قسمت مسئله که گفته هر کس به پنج نفری نامه بنویسد که از آنها نامه میگیرد در واقع برای راحت کردن کار ما هست چون میدونید که تا الان بحث ما بیشتر راجع به گرافهایی بود که جهتدار نیستن یعنی یال‌ها. وقتی بین این دور از یه یال وجود داره هم از این به این یال وجود داره هم از این به این جهت نداره این یال و این تیکه رو به مسئله اضافه کردن که احتمالا کار ما رو راحت کنن بگن اگه شما یه یال بکشین یعنی هم این به این نامه نیست هم این به این یعنی این مسئله رو توسط یه گراف غیر جهت دار هم میشه مدل کرد خیلی خوب پس یاد گرفتیم که این رابطه نامه نوشتن رو توسط یه سری یال نشون بدیم مثلا قرار هر کدوم از این افراد مثلا نفر A یا هر کدوم دیگه به 5 تا از دوستاش تو این سفر قرار نامه بنویسه در چه 5 تا یال ازش در اومدن دیگه خب و به همین ترتیب قرار مثلا این نفرم به پنج نفر دیگه نامه بنویسه و به همین ترتیب حالا پرسیده آیا یه چنین چیزی امکان داره یا نه حالا ما میخوایم چک کنیم ببینیم یه چنین وضعیتی امکان داره یا نه بیایم چیزایی که راجع به این گراف میدونیم و اینجا با هم دیگه بنویسیم این گرافی که با هم ساختیم قبول دارید که مرتبهش که با پی قرار شد نشون بدیم 17 درسته چون 17 نفران دیگه 17 رأس داره و قراره که درجه هر کدوم از این رأس های این گراف وی آی یعنی هر،, هر کدوم از رأس هاش پنج باشه تا اینجاش هم قبول دارین دیگه چون که قرار شد هر نفر به پنج نفر دیگه نامه بنویسه حالا همینجا یه چیزی به ذهنتون نمیاد اونم اینه که مگه ما نگفتیم که تو جلسه های قبل یه قضیه اثبات کردیم که گفتیم تعداد رأس های فرد گراف زوج باید باشه یادتون میاد یه همچی چیزی رو اثبات کردیم و با توجه به این اینجا همینجا میبینید که یه چنین چیزی غیر ممکنه چون ما الان داریم 17 تا رأس داریم که درجه همشون پنجه نمیشه که 17 تا درجه 17 عدد فرده نمیشه که 17 تا رأس درجهشون پنج باشه و اگه یادتون باشه این قضیه رو هم اینجوری اثبات کردیم که جمع درجه های همه رأس های گراف آی مساوی یک تا پی باید بشه دو برابر اندازش و چون این, این عدد زوجی هست این طرف هم باید ما یه عدد زوج بگیم در حالی که شما اینجا الان این طرف تصاوی 17 زب در پنجه و یه عدد زوجی نیست در چه باز میبینید که اینجا به تناقض میخوریم پس چنین چیزی امکان داره یا نه جواب این مسئله خیر خب پس دیدیم که چجوری تو اون مثال ما اومدیم و اون مثال رو ربط دادیم به خواص گرافا که قبلا اثبات کردیم و خیلی راحت مسئله رو حل کردیم حالا که یکم بیشتر متوجه شدیم منظورم چیه بیایم با هم بریم سر مثال شماره دو خب مثال شماره دو چی میگه؟ مثال دو این هست آیا گرافی از مرتبه پنج و اندازه 11 وجود دارد یا خیل? خب حالا میخوایم این مسئله حل کنیم ببینید کلا تو این مثال اینجا هم مثل مثال قبل یه چیزی رو مطرح کرده یا حالت فرضی رو و از شما پرسیده چنین چیزی امکان داره چنین چیزی میشه وجود داشته باشه یا نه تو این مسئله به طور کلی یا راهنمایی که بهتون بکنم اینه که خب برای اینکه ما بفهمیم یه گرافی امکان داره وجود داشته باشه یا نه راحت ترین راه اینه که خواصی رو که تا حالا داشتیم بریم یکی یکی که برای گراف ها اثبات کردیم یکی یکی چک بکنیم ببینیم که آیا این صورت مسئله با هیچ کدوم اونا تناقض داره یا نه اگه نداره خب احتمالا این گراف میتونه وجود داشته باشه هیچ کدوم از چیزهایی که ما راجع به گراف ها میدونیم و نقض نمیکنه حالا بیایم این مسئله رو با هم دیگه حل کنیم اولین کاری که میکنیم اطلاعات مسئله رو به زبونی که زبون گراف ها که با هم بلدیم بنویسیم گفته مرتبه این گراف فرضی 5 هست اندازش 11 است خب این اطلاعاتی است که ما داریم حالا چیکار میکنیم میایم ببینیم که از هم... مثلا شروع کنیم یکی یکی خواصی رو که میدونیم مثلا همینطوری چک کنیم ببینیم با هیچ کدوم تناقض داره این مسئله یا نه من برای اینکه بیشتر مسئله رو شهودی بکنم و توصیه میکنم شما هم همین کارو بکنین همینطوری 5 تا راست اینجا کشیدم که مثلا این مرتبه 5 گراف رو مدل کنم حالا چیزی که گفته یکی از اولین خواص گراف ها که با هم دیگه بحث کردیم یادتون میاد گفتیم که یه گرافی که مثلا مرتبهش 5 هست حالت دیگه دو تا حالت سر و قضیه رو با هم بررسی کردیم یه حالت اینه که هیچ یالی نداره که در اون صورت کیو که همون اندازه هست صفر میشد یه حالت این, این بود که همه رأس ها به هم دیگه وصل باشن یادتون میاد گفتیم کیو بین صفر هست و حالت که این گراف گراف کامل باشه یعنی انتخاب دو از پنج یادتون میاد دیگه انتخاب دو از پنج هستش پنج زب در پنج منهای یک تقسیم بر دو یا ده ای دیدیم که همین خاصیت اول گراف رو که با هم چک کردیم خیلی راحت که دیدیم که این صورت مسئله تناقض داره با این برای اینکه کیو نمیتونه بزرگتر از ده باشه طبق اولین خاصیت گراف که با هم بررسی کردیم برای اینکه اینو براتون شهودی ترم کنم اینو بگم که اینجا مثلا اگه همه این رس ها رو ما به هم دیگه وصل بکنیم صورت مسئله اینو داره میگه دیگه اون وقت باز نمیتونه کیو بیشتر از یازده بشه چون یادتون هست که یه شکل ستاره ای به وجود می و اگه یالهاش بشمارید کیوش برابر ده میشه نمیتونه هیچ یازده باشه پس جواب این مسئله هم خیر هست خب اینم از مثالهای این جلسه ما حالا تو جلسه های بعد باز مثالهای بیشتری براتون دارم که بهتر راه های حل مسئله در محفظه گراف براتون جا بیافته تو کلاس درس بعدی میبینمتون